پدر و پسر پایه‌گذار و پایان‌پذیر حکومت پهلوی با یک ویژگی مشترک و آن هم سرسپردگی و وابستگی به بیگانه ها. با اینکه هر دو خود را مالک این آب و خاک می دانستند، اما بعد از مرگشان خاک ایران هیچ کدامشان را در خود نپذیرفت. اما اکنون آن سالها گذشته است و فرزندان پهلوی سعی می کنند با اموال به سرقت برده ملت ایران به درمان بیماری های روحی خود بپردازند. یک روز مردم زوریخ سوئیس زنی مست و لایعقل را می‌بینند که مجنونوار عربده کشیده و خود را مهناز زاهدی نوه محمد رضا پهلوی خطاب می‌کند و روز دیگر پلیس بین‌الملل خبر از تعقیب شهرام پسر اشرف به اتهام قاچاق مواد مخدر و عتیقه می‌دهد. روزی یک روزنامه امریکایی از کلاهبرداری 500 هزار دلاری رضا پهلوی می‌گوید و فردا خبر باخت میلیونی فرهناز پهلوی در قمار معروف نیویورک دهان به دهان می‌چرخد. و یا آزاده شفیق فرزند اشرف پهلوی که پس از اختلافات شدیدش و ماها کشمکش با جریان‌های سلطنت طلب به طرز مشکوکی کشته شد. اما این خبرها پایان کار نیست، چرا که 9 سال پیش در یک صبح آفتابی پلیس انگلیس گزارش داد زنی 31 ساله و مجرد در اتاقش در هتل لئونارد واقع در مرکز شهر لندن با خوردن 270 قرص خواب‌آور خودکشی کرده است. او کسی نیست جز لیلا، دختر کوچک محمد رضا پهلوی. درست چند روز پس از مرگش روزنامه‌های آمریکایی این گونه نوشتند: لیلا پهلوی به دلیل اعتیاد شدید به کوکائین خودکشی کرد. روزنامه دیگری نوشت لیلا پهلوی برای تهیه مواد مخدر خود از کشوی میز پزشکش نسخه می‌دزدید. خودکشی در میان فرزندان شاه مخلوع ایران به همینجا ختم نشد و 9 سال بعد از آن رسانه‌های خارجی گزارش دادند که علیرضا پهلوی دومین فرزند شاه نیز در منزل شخصیش در بوستون امریکا با شلیک گلوله در دهانش به زندگی خود پایان داده. بسیاری از رسانه‌های محلی با تفتیش در زندگی او روابط نامشروع و خیانت معشوقه‌هایش را دلیل افسردگی شدید و خودکشی او می‌دانند. لوژ فراماسونری در امریکا که به او قول داده بودند او را به رهبری اپوزیسیون خارجنشین ایران برسانند و با عمل نکردن به وعده‌هایشان باعث سردرگمی بیش از حد او شدند، راه را برای خودکشی او هموارتر کردند. بعضی دیگر هم اختلافاتش و به انزوا کشیده شدنش توسط رضا پهلوی را دلیل مرگش می‌دانند. 7 ماه پس از مرگش هم رضا پهلوی در سایتش با افتخار به دنیا آمدن فرزند نامشروع علیرضا پهلوی و رها دیدور را اعلام می‌کند و با ذوق و شوق می‌گوید که علیرضا پدر شده است. و از همه جالب‌تر هم دست گل‌های خنده‌داری است که رضا پهلوی به آب می‌دهد. حالا این ورشکسته سیاسی با پول‌های به سرقت برده‌اش هر از چند گاهی چند نفر را دور خود جمع می‌کند تا خود را از مرگ رسانه‌ای خارج کند. تا آنجا که فرح پهلوی 2 میلیون دلار به بی بی سی می دهد تا بلکه با پخش یک مستند از او از این انزوای رسانه‌ای خارج شود. فرح دیبا که روزگاری اولیا حضرت خطاب می شد، فیلمی که به عقیده خیلی ها علی‌رغم دست و پا زدن سازندگان آن مایه تحقیر آنها شده است. اشرف پهلوی خواهر دوقلوی شاه مخلوع هم پس از پخش این فیلم از بی بی سی فارسی خواست تا فیلمی نیز در خصوص زندگی او تهیه شود، اما در این کار ناکام ماند. این خاندان سلطنتی حالا دچار یک مالی خولیای ذهنی هم شدند. این دوستم خانم نیمتاج بایگان که 93 سالش بود فوت شد. نیمتاج خانم همیشه من گفت منو ببر، چون سنشون بالا بود و یه مقدار مریض بودن، من جرئت نمی‌کردم بیارم ایشون اینجا. بعد وقتی که فوت شدن از من خواستن که خاکسترشون رو بیارم توی مراسم و امسال نیمتاج خانم رو خواسته میریزمش تو رودخونه نیل. و سرانجام اینکه به طور قطع شیوه زندگی فرزندان و نزدیکان آخرین شاه ایران و مرگ آنها درس عبرتی است که در دل تاریخ به یادگار خواهد ماند.